وعلى على آله الأئمة المعصومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي عليه السلام السلام عليك يا ولي الله أنت اول مظلوم و اول من قصب حقه ایام شهادت مولای متقیان امیر المؤمنين. سلام الله عليه است هدی قلب مقدس و نازنین اون حضرت و برای عرض تسلیت به محضر بقیت الله العظم ارواح له الفدا اجماعا سلوات خد بفن در نقل هست که امام حادی سلام الله علیه وقتی به زیارت امیر المؤمنین علیه السلام مشرف شدند با این جملات حضرت رو مورد خطاب قرار دادند السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم و اول من قصب حقه سلام بر تو ای ولی خدا تو اولین مظلوم عالم هستی و تو کسی هستی که حقت ظالمانه قصب شد مظلومیت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در روایات متعددی توسط پیامبر اکرم و سایر اهل بیت علیه السلام مورد توجه قرار گرفته است من امروز در این فرصتی که در خدمت شما روزداران عزیز هستم بخوام به ابعاد مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام بپردازم و اشاره ای داشته باشم به علل مظلومیت حضرت تا توجه به این نکات مهم تاریخی ما را از گرفتار مظلوم کردن اولیاء خدا نجات بدهد نکنه ما هم مثل مسلمانان صدر اسلام به علل و عوامل مختلف اولیاء الهی رو مظلوم بگذاریم به عنوان مقدمه این نکته را بکنم مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام و سلام را می شود در چهار مقطع تاریخی بیان کرد اولین مقطع مربوط به زمان حیات پیامبر گرامی اسلام هست امیر حتی در زمان پیامبر هم مظلوم بودند که حالا اشاره خواهم کرد مقطع دوم بعد از وفات پیامبر اکرم تا قبل از خلافتشون هست که یه مظلومیت خاصی در طول این 25 سال بر زندگی امیر علیه السلام سایه افکنده است مقطع سوم مقطع خلافت حضرت هست پنج سالی که امیر خلافت رو در دست داشتن مظلومیت خاصی از نوع خودش بر زندگی ایشون حاکم بوده است و مقطع چهارم مظلومیت حضرت بعد از شهادتشون تا به امروز هست که باید ارز بکنم امروز هم امیر المؤمنین علیه السلام حتی در بین شیعیان و پیروان مکتبشان مظلوم هستند درباره مقطع اول باید ارز بکنم اگرچه عمده بار جهاد در راه رسول خدا بر دوش امیر علیه السلام بود میدانهای پرخطر توسط امیرالمؤمنین المؤمنین علیه السلام فتح می شد اما در این حال حضرت در میان مسلمانان مظلوم بود ادعی تحمل بیان فضائل امیرالمؤمنین المؤمنین توسط پیامبر رو نداشتند امیر المؤمنینی که جبرئیل در آسمان بر او مباهات می کند خدای متعال به واسطه امیر بر جبرئیل و میکائیل مباهات می کند اما بعضی از تنگ نظران و حسودان تحمل اینو نداشتند که پیامبر گرامی اسلام فضائل امیر را بگوید در نقلها هست در یک حادثه پیغمبر گرامی اسلام شروع کردن از امیر تعریف کردن برخی از فضائل امیر المؤمنین رو گفتن شخصی اعتراض کرد گفت شما که خودتون پیامبر هستید پسر عموتون علی هم که وسیع شما شده است دخترتون هم که برترین زنان عالمین شده است نوه شما حسن و حسین که برترین جوانان اهل بهشتند عموی شما که حمزه سید و شهداست <تصفح> پسر عموی شما که جعفر تیار هست با ملائکه در بهشت پرواز میکند پس دیگه برای بقیه چی میمونه همه فضائل رو در انحصار خودتون و اهل بیت خودتون قرار دادید اینجا بود که پیامبر گرامی اسلام فرمود که ویلک یا حارس ما فعلت ذالک به بنی عبدالمطلب المطلب الله فعله اینطور نبوده که من از پیش خودم این فضائل رو برای امیرالمؤمنین بازگو بکنم این فضائل از طرف خدای متعال آمده است خب این مظلومیت امیر در زمان حیات پیامبر که <تصح> <تصح> ریشه این مظلومیت رزیله مهلک حسادت هست در قرآن کریم در سوره مبارکه نساء میخونیم آیه 54 ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله بعضی ها رزیله حسد اجازه نمیدهد که فضائل دیگران رو ببینند میگه بابا ما که با تو هم دوره بودیم هم درس بودیم هم سنگر بودیم چرا امروز تو در چنین جایگاهی قرار بگیری این رزیله حسد در طول تاریخ باعث شده بوده و شده است که اولیاء الهی و رهبران دینی با مشکل عمده از ناحیه برخی از مخالفینشون مواجه بشند علت مخالفت بسیاری از مخالفان رهبران دینی عزیزان رزیله حسادت هست که نمونه اش رو ما در قرآن میبینیم و در سیره پیامبر و امیرالمؤمنین که دشمنان از باب حسادت با ایشون مخالفت میکردند. مقطع دوم مظلومیت امیر مربوط به بعد از وفات پیامبر اکرم هست پیامبر اکرم البته پیش بینی کرده بودند مکرر هم پیش بینی کرده بودند در یه نقلی هست که پیامبر گرامی اسلام برای فتح خیبر پرچم رو به دست امیر دادند امیر خیبر رو فتح کردند بعد پیامبر گرامی اسلام به امیر المؤمنین جملاتی گفتند فرمودند که انت منی و انا منک علی جان تو پاره تن منی تو از منی و من از تو هستم فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا علی جان جایگاه تو نسبت به من به مسابه جایگاه هارون نسبت به موسی هست فرمود انتل اروت الوثقا علی جان تو ریسمان مستحکمی هستی که هر کس به این ریسمان چنگ بزند سعادتمند است فرمود انت امام و کل مؤمن و مؤمنه علی جان تو پیشوای هر مرد و زن مؤمنی هستی ولی و کل مؤمن و مؤمنه فرمود انتل آخذ و به سنتی علی جان تو هستی که سنت مرا زنده می کنی و از راه و روش من دفاع خواهی کرد بعد از اینکه این جملات رو فرمود فرمود اتق الذقاء ان التي لك في صدر من لا يظهرها الا بعد موتي علی جان مراقب کینه های باش که این کینه ها جز بعد از وفات من آشکار نمی شود توی نقل دیگری هست بعد از اینکه پیامبر گرامی اسلام این فضائل رو بیان کرد شروع کرد گریستن بعضی ها گفتن ممه بکا او که یا رسول الله آقا جان چرا گریه میکنید؟ فرمود جبرئیل به من خبر داد که انهم یظلمونه مردم به این آقای بزرگوار ظلم خواهند کرد یمنعونه حقه حقش رو بهش نخواهند داد یقاتلونه و یقتلون ولده با او می جنگند فرزندان او رو به شهادت میرسانند این پیش بینی پیغمبر گرامی اسلام و پیشگویی حضرت است که از قبل دیده بود که بعد از وفات ایشان کینه هایی که به واسطه جنگ بدر و جنگ احد و برخی از جنگ های دیگر کفار و بستگان آنها به دل گرفته اند زمانی بروز میکند و در مقابل امیر المؤمنین علیه السلام سفارایی خواهند کرد این کینه ها در همون روزهای نخست بعد از وفات پیغمبر سرباز کرد اون زمانی که ادهی در سقیفه جمع شدند برای خودشون خلیفه تعیین کردند امیر سلام الله علیه مشغول تدوین و جمع آوری قرآن شدند چون میدانید قرآن وقتی نازل میشد بر روی تک پوست ها یا استخانه ها نوشته میشد و کنار هم گذاشته شده بود امیر المؤمنین همه اینها رو جمع کردند، ناسخ و منسوخش رو مشخص کردند. اونجایی که لازم بود شعن نزول رو بنویسند، تفسیری بنویسند، تعویلی بنویسند، نوشتن بعد این قرآن رو برداشتن آمدن مسجد مسلمان ها در مسجد دور خلیفه اول نشسته بودن امیر المؤمنین فرمودن من آیات قرآن رو جمع کردم و آماده است که در اختیار مسلمون ها بگذارم به حضرت گفتن شما برید تو خانتون بنشینید ما قرآن شما رو هم نمیخوایم ما نیازی به قرآن شما نداریم ما خودمون قرآن داریم نقل هست عقیل برادر امیر علی علیه السلام میگوید بعد از این حادثه وارد خانه علی شدم دیدم امیر علیه السلام نشسته و دارن این قرآنی رو که خودشون جمع آوری کردن تلاوت میکنن و عشق از چشمهای نازنینشون جاری هست عقیل سوال کرد علی جان چرا گریه میکنید؟ فرمود برای خاطر اینکه که میبینم که مردم گمراه شدند این قرآنی را که حاصل زحمات بیست و ساله پیامبر گرامی اسلام و تلاشهای است بی توجهی می و کنار می مگر پیغمبر نفرمود "انی تار فیکم و مستقلین کتاب الله و اترتی. مخصوصا این مکته از مظلومیت امیر المؤمنین بعد از وفات حضرت زهرا سلام الله علیها شدیدتر شد چون امیر المؤمنین بعد از پیامبر یک ستون و تکیگاه مستحکمی داشت به نام زهرای اطهر سلام الله علیها ولذا وقتی زهرا رو از دست داد و میخواست زهرای اطهر رو به خاک بسپارد جملاتی داره که در نهج البلاغه شریف هست از جمله اون جملات این است کتاب کرد به پیغمبر گرامی اسلام فما اقبه الخضراء والغبراء یا رسول الله ای پیغمبر خدا بعد از شما دیگه آسمان و زمین برای علی زیبا نیست اما حزنی فسرمد دیگه بعد از شما مظلومیت علی به اوج رسیده است حزن و اندوه علی تمامی ندارد و اما لیلی فمسهد بعد از شما و بعد از فاطمه دیگه علی شبها خواب ندارد این مقطع دوم از مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام, و السلام که عامل اصلیش علاوه بر حسادتی که در مقطع اول وجود داشت چین توزیهایی بود که ادعی از سالهای قبل از امیر المؤمنین هایی به دل داشتند عزیزان بسیاری از کسانی که با رهبران دینی مخالفت میکنند به خاطر کینه ها است که از آنها به دل دارند این کینه ها گاهی ناشی از این است که آنها به عدالت رفتار میکنند گاهی ناشی از این است که آنها دشمنان دین رو به هلاکت میرسونند مگر ندیدید امیرالمؤمنین به خاطر اینکه دشمنان پیغمبر را در جنگ بدر و احد به حلاکت رسانده است مغزوب عده این قرار میگیرد. امروز هم ما می بینیم ولی فقیه و رهبران دینی رو به خاطر اینکه برخی از منافقان برخی از قاتلان مردم رو به درک واصل کردن مغزوب عده ای قرار می گیرند این تاریخ ادامه دارد و تکرار می شود مقطع سوم از فرازهای مظلومیت امیر مربوط به زمان خلافت ایشون هست با اینکه امیرالمؤمنین خلیفه شده است با اینکه حکومت رو به دست گرفته است اما باز هم از ناحیه دوستان و هم رزمان مورد بیمهری قرار می گیرد هم از ناحیه سایر مردم و به اصطلاح مؤمنان مدعی ولایت مداری همون هایی که آمدن در خانه امیرالمؤمنین ریختن که یا علی شما باید بیاید خلافت رو به دست بگیرید با امیرالمؤمنین کاری کردند که فرمود یا اشباه هر رجال ولا رجال ای کسانی که قیافتون شبیه مردانه ولی مردانگی در شما نیست حلوم الاطفال شما درک و فهمتون به اندازه خوابهای کودکانه است اقول و ربات الهجال عقل شما به اندازه دوشیزگانی است که در هجله نشستن و منتظر همسرشون هستند تمام هم مگمشون زر و زیور دنیا و لذتهای دنیوی است فرمود لودت تو انی لم ارکم و لم اعرف ای کاش من هیچ وقت شما رو نمی دیدم. ای کاش من هیچ وقت شما رو نمی شناختم معرفتون و الله جرت ندامتن این شناختن شما باعث شد که علی پشیمان بشود و اعقبت صدمن این شناخت شما یک اندوه قنبار برای علی به ارث گذاشت خب مهمترین عامل دشمنی ها در زمان خلافت امیر المؤمنین علیه السلام دو سه عامل هست اولین عامل عدالت امیر المؤمنین. چون امیر به عدالت رفتار میکرد کرد ادعی تاب و تحمل عدالت رو نداشتند تلهه و زبیر میان برای اینکه به خیال خودشون از امیر المؤمنین بهره ای از حکومت ببرند بتوانند سمتی پیدا بکنند میبینن امیر شمع رو خاموش میکند میفرماید چون کارتون کار شخصی است من زیر نور شمع بیت المال نمیتونم به کار شما رسیدگی بکنم حساب کار دستشون آمد این آقا آقا نیست که به کسی حقوق نجومی بدهد این آقا آقا نیست که سمتها را بی حساب و کتاب در اختیار دوستان و دار و دسته خودش بگذارد این آقا آقا است که به حق و به عدل رفتار می کند عامل دوم دشمنی ها و مظلومیت امیر در زمان خلافتشون جهالت مردم بود مردم تحت تأثیر تبلیغات قرار می گیرن. مردم خیلی زود واقعیت در نظرشون دگرگون می شود مردم خیلی سریع نسبت به اولیاء الهی در سایه شایعات و شایع پراکنی ها بدبین می اینکه قرآن تأکید کرده است انجا اکم فاسقون به نبع این برای خاطر اینه بسیار از این شبکه هایی که امروز علیه حکومت دینی علیه اهل بیت علیه السلام علیه ولایت فقیه علیه جریان دین مداری تبلیغات میکنن به حق مستاق فاسقند که نمیشود به کلامشون اعتماد کرد انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو کار به جایی رسید که وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه شهید شدند خبر رسید به مردم شام که علی در مهراب عبادت به شهادت رسیده است یه دست شامی ها گفتن مگر علی نماز هم میخوانده است به ما که گفتن علی نماز نمیخواند کار رو به جایی میرسانند که یک رهبر زاهد یک رهبر عابد در نگاه مردم تبدیل می شود به یک عنصر مستبد مستکبر زورگو اینا به خاطر تأثیر شایعاته این عامل امروز بسیار بسیار فعاله برای خانه نشین کردن رهبر دینی این عامل امروز بسیار بسیار توسط دشمنان ما داره دنبال میشه برای منزوی کردن حکومت دینی خیلی باید مراقب باشیم عامل سومی هم وجود داشت و اون سستی مردم بود مردمی که به دنبال دنیا و دنیا طلبی افتادند بعضی از نیروهایی که جزء خواص امیرالمؤمنین علیه السلام بودند دنبال دنیا طلبی و مطامع دنیوی افتادند این که حضرت میفرماید عقول و ربات الهجال یعنی شما درک و فهمتون و اندازه دوشیزه است که در هجله منتظره داماد خود است خب این دوشیزه این نوع عروس به هیچ چیز جز زیور و زینت دنیا نمی اندیشد او هرگز در اون لحظه نگاه آرمانی نگاه بلند نگاه اخروی نداره بعضی از یاران امیر چنین اشخاصی شده بودند خیلی باید مراقب باشیم که در جامعه ما این اتفاق نیفتد این گونه است که امام هادی علیه السلام میاد می ایستد در کنار قبر بطهر امیر المؤمنین و میگوید السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم و اول و من حقه خب این فرازهای مظلومیت امیر المؤمنین مربوط به قبل از شهادتشون اما عزیزان یک بخش بسیار ناراحت کننده مظلومیت امیر مربوط به دوره های پس از شهادت ایشون حتی دوره و زمانه ماست امروز هم امیر المؤمنین علیه السلام, و السلام مظلوم هست حالا من به برخی از ابعاد مظلومیت امیر در دوره و زمانه خودمون میخوام بپردازم اول نسبت به این نهج البلاغه میراث گرانقدر امیر المؤمنین علیه السلام ما چه تعاملی کردیم چقدر با این کتاب آشنا هستیم جورج جرداغ مسیحی که استاد ادبیات عرب بوده است در لبنان ایشان میگوید توی یکی از نوشته هاش نوشته جاذبه کلمات امیر المؤمنین علیه السلام اونچنان شوری در من ایجاد کرد که نهج البلاغه رو دویست مرتبه مطالعه کردم شما چند نفر میتونید پیدا بکنید از پیروان مکتب اهل بیت مدعیان تشیع و ولایت مداری که یک دور کل نهج البلاغه رو مطالعه کرده باشه یا ابن ابل حدید اون شاره معتزل، معتزلی نهج البلاغه که از اهل تسنن است میگه وقتی به خطبه دویست و بیست و نهج البلاغه رسیدم اونقدر این خطبه من رو تحت تأثیر قرار داد تا به امروز که پنجاه سال میگذرد حدود هزار مرتبه این خطبه دویست و بیست و نهج البلاغه رو خوندم خب این مظلومیت امیر المؤمنین نیست که کتاب ایشان در بین ماها محجور است نکند دانش آموزان ما اصلا نام نهج البلاغه رو نشدیده باشند نکند از یه نوجوانی سوال کنند نهج البلاغه سخنان چه کسی است و نداند سخنان چه کسی است از ابعاد دیگر مظلومیت امیرالمؤمنین در دوره و زمانه ما تحریف شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام هست امیر یک شخصیت جامع بود یک شخصیتی که در ابعاد مختلف الگوی انسانها قرار داشت اما الان کار به جایی رسیده است که هر کسی از زن خود شد یار من اون ورزشکار در زورخانه امیر را الگوی زور بازوی خودش میداند و بس دیگه در عبادت و در علم و در زهد به امیرالمؤمنین اقتدا نمی کند. آن صوفی تارک دنیا امیرالمؤمنین علیه السلام را الگوی پارسایی و زهد خودش میداند اما به جنبه جهاد و ظلم ستیزی امیرالمؤمنین علیه السلام توجه نمی کند. اون عالم و اندیشمندی که به دنبال نکات نقض و ناب میگردد بعضا میبینید فقط به بعد علمی امیر المؤمنین علیه السلام توجه داره اما شجاعت امیر و ظلم ستیزی امیر رو مورد توجه قرار نمیدهد اینها تحریف شخصیت امیر در مقام عمل هست امیر برای ماها قابل درک نیست عظمت و بزرگی که دارد از موارد دیگر تحریف امیر تحریف برخی سخنان امیر المؤمنین استفاده نادرست و نابجا متاسفانه اخیرا شنیدیم برخی از مسئولین کشورمون گفتن که امیرالمؤمنین فرموده است اگر شما مردم فرد دیگری رو هم انتخاب کنید من در اطاعت از اون کسی که شما برگزیده اید اولین نفر خواهم بود. خب این تحریف بزرگ نسبت به امیرالمؤمنین چرا باید اتفاق بیفته؟ اگر اینطور بود چرا امیرالمؤمنین با خلیفه اول با خلیفه دوم دست بیعت نداد؟ اگر اینطور بود چرا امیرالمؤمنین با معاویه جنگید؟ مگر مردم شام معاویه رو به عنوان رهبر خودشون انتخاب نکرده بودند اگر اینطور بود پس چرا امام حسین علیه السلام با یزید میجنگد؟ مگه مردم شام یزید را به عنوان سرپرست خودشون نپذیرفته بودند اینکه تصور بشود امیرالمؤمنین علیه السلام هر کس رو که مردم انتخاب می‌کردند با کمال میل میپذیرفت حالا اگر متن نهج البلاغه اون خطبه ای رو که بهش استناد شده در این مطلب انحرافی ببینید متوجه میشید اینطور نیست اصلا امیر میفرماید من مرا رها کنید دعونی و سو غیری چرا؟ فرمود چون اگر من بیام من مطابق هوای شما عمل نخواهم کرد من مطابق اون چه که حق ببینم عمل خواهم کرد معلوم می شود رهبر دینی تابع حق است نه تابع خواست مردم بله البته اگر حضور مردم نباشد حکومت دینی شکل نمی گیرد پایه های حکومت دینی بر روی دوش مردم از تردیدی نیست که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لعلقی تو حبله اگر حجت بر من تمام نشده بود یاران فراوانی رو دور خودم نمیدیدم خلافت رو رها می کردم این درست است اما این کجا و این که بگوییم امیر المؤمنین مبنای حکومت رو خواست مردم می دانست. پس الله و اعلم و حیث و یجعل رسالته کجا رفته این هم از ابعاد دیگره مظلومیت امیر المؤمنین بعد آخرم ارز بکنم و دعاتون بکنم همراهی امیر المؤمنین در ادعا و نه در عمل خیلی از ماها سنگ امیر المؤمنین علیه السلام رو به سینه میزنیم خیلی از ماها با عشق و علاقه خاصی برا امیر المؤمنین تو محافل و جلسات سینه زنی میکنیم چه بسا عشق هم میریزیم اما در مقام عمل بین ما و امیر فاصله بسیار است امیر المؤمنین کسی است که فرمود ایم الله لانسفن المظلومه من ظالمه به خدا قسم انتقام مظلوم رو از ظالم خواهم گرفت و الظالمه به خزامته افسار ظالم رو به دست میگیرم و او را میکشم تا او را به حق و در برابر حق متواضع کنم امیر کسی است که به امام حسن و امام حسین در آخرین وصایای خودش میفرماید کون آل ظالمه خسمن ولی عونا از برترین ویژگی های امیر علیه السلام ظلم ستیزی حضرت بوده است چطور میتواند کسی مدعی ولایت مداری باشد برا امیر المؤمنین سینه بزند اما وقتی پای دفاع از مردم مظلوم فلسطین و بحرین و سوریه و عراق و افغانستان میرسد خودش رو کنار بکشه بگه من کاری به این کارها ندارم اینا مسائل سیاسی است من نمیخوام وارد مسائل سیاسی بشوم پس تو با امیر المؤمنین چه نسبتی داری؟ این هم از ابعاد مظلومیت امیر المؤمنینه نام امیر المؤمنین در بین ما رائج است شعار امیر المؤمنین در بین ما فراوان است اما عمل به مکتب امیر المؤمنین و راه و رویه امیر المؤمنین اونگونه که امام راحل رزوان الله تعالی علیه به ما یاد داد و امروز مقام معظم رهبری پرچمدار این جریان است متاسفانه در بین ولایت مدعیان فراگیر نیست کار به جایی میرسد شیعه ای اسم شیعه است اما در مکتب انگلیس و امریکا داره خدمت میکنه خادم رسمی اونهاست و نام امیر المؤمنین علیه السلام رو یدک میکشد اینم از مظلومیت امیر المؤمنین است امیر المؤمنین از بد تولد مظلوم بود و تا به امروز مظلوم است این گونه است که امام هادی علیه السلام می ایستد مقابل حضرت و عرضه می دارد السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم قربان تو برم یا امیر المؤمنین آقا جان ما شرمنده هستیم که منصوب به شما هستیم خودم را عرض می کنم. ما خجالت میکشیم که به عنوان پیرو شما و با عنوان شیعه شما در ذهنها شناخته میشیم ما کجا و امیر المؤمنین سلام الله علیه کجا اما مثل دیروزی آقای ما امیر المؤمنین سلام الله علیه از این همه ظلم و ستم و خیانت راحت شد به ملاقات پروردگارش شتافت به ملاقات زهرای اطهر سلام الله علیها شتافت به ملاقات حبیبش پیغمبر گرامی اسلام شتافت مثل دیروزی حسنین امیر علیه السلام رو تشییع کردند تابوتی که به امر خدا و توسط ملائکه مسیرش مشخص می شد. در بیرون کوفه در سرزمین نجف تابوت به زمین آمد حسنین علیهم السلام اون زمین رو حفر کردن یه تک سنگی دیدن نوشته شده است حاضا قبرو علی بن ابی طالب الذي حفره نوح این قبر قبر وسیع پیغمبر خاتم است که حضرت نوح نوح پیغمبر این قبر رو برای امیر المؤمنین آماده کرده است من نمیدانم کدام یک از این دوتا آقازاده وارد قبر شدند بدن امیر رو رو خاک قبر نهادند سنت است باید صورت میت رو باز کرد بند کفن رو باز کرد صورت رو بر روی خاک گذاشت نمیدانم امام حسن بود امام حسین بود سر متحر امیر رو در بغل گرفت صورتش رو روی خاک گذاشت آی دلهای آماده همون آقایی که در تشییع جنازه پدرش حضور پیدا کرد زمانی رسید که در کربلا امام سجاد آمد برای دفن امام حسین علیه السلام فرمود بنی اسدیقت ابوریای بیاورید یا حسیر آوردند پاره‌های بدن ابا عبدالله رو رو حسیر گذاشتند حسیر رو درون قبر نهادند امام سجاد علیه السلام وارد قبر شد خب چه کند مستحب به صورت میت رو رو خاک قبر بگذارند اما حسین که سر در بدن ندارد یه وقت نگاه کردند دیدن امام سجاد علیه السلام درون قبر خم شده لبهاش رو به رگهای بریده گردن پدر نهاده است از قبر بیرون آمد قبر رو پوشاند با دست بر روی قبر نوشت هادا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه اتشانا این قبر حسین ابن علی است همون آقا این که با لب تشنه او رو به شهادت رسندند الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز لجل الاكرم الهی بمولانا مولانا المؤمنين المؤمنین و اولاده الطیبین و امام زماننا ده مرتبه یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و على محبت اهل بیت نبیك خدا یا فرج امام زمان ما رو برسان قلب مقدسش را از ما راضی بدار سلام های ما را به محضرش عرض بفرما این قلیل توسلات به لطف و کرمت مورد قبول قرار بده امام ما شهدای ما با شهدای کربلا محشور بگردان رهبر معظم انقلاب معید و منصور بدار عواقب امور ما را ختم به خیر و سعادت بفرما شر دشمنان ما رو به خودشون برگردان حاجات جمع حاضر برآورده به خیر بفرما همه ما را از پیروان واقعی امیر المؤمنین سلام الله علیه قرار بده در دنیا زیارتش و در آخرت شفاعتش را نصیب و روزی ما بگردان به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات